فرهاد بیبنیاد، نوشته ایرج پزشکزاد، سناریوی اجتماعی، اخلاقی، احساساتی. صحنه اول، در بهشت. شیرین و فرهاد زیر یک درخت پرشکوفه کنار جوی آبی نشسته و چشم در چشم یکدیگر دوختند. در چشمهای آنها عشق بیپایانشان نسبت به یکدیگر خوانده می شود. فرهاد گاهی دستهای شیرین را بر لب می برد و آهسته می بوسد و بر گونه های خود می فشارد و زیر لب می گوید شیرین، شیرین من. شیرین زلف فرهاد را نوازش می کند و نام او را با مهر و محبت بر لب می راند. جز صدای بلبل و حرکت آب هیچ صدای دیگری به گوش آنها نمی رسد. بعد از مدتی طولانی شیرین به سخن می آید. می گوید عشق من، چه می شد اگر این خلوت دلانگیز و این آرامش بی پایان در آن دنیا هم نصیب من و تو می شد؟ چه می شد اگر به جای زجرها و ناکامیها تو محبوبم را بر سینه ملتهب خود می فشردم؟ می دانی فرهاد من، آرزو دارم یک بار دیگر به دنیا برمی گشتم و به جبران ناکامیهای آن با کام روایی زندگی می کردم. فرهاد می گوید محبوبم، شیرینم، شاید اگر در اعماق دل من نیز جستجو کنی آرزوی همانند آرزوی تو بیابی، ولی افسوس که بازگشت به دنیا از حدود امکان خارج است. وانگهی مگر اینجا شاد و کامروا نیستی؟ شیرین میگوید چرا فرهاد دلبندم، من اکنون خوشبخت ترین زنها هستم، اما کاش میشد. فرهاد میگوید چه صلاح میدانی از ملک نگهبان بهشت چنین تقاضایی کنیم، شاید پذیرفته شود. شیرین و فرهاد دست در دست و لب بر لب از جا بر می خیزند. بر بال پرنده زیبا سوار می شوند و به سراغ نگهبان بهشت می روند. تقاضای خود را با او در میان می گذارند. نگهبان مدتی فکر می کند و می گوید من حاضرم این خواسته شما را عملی کنم، اما به یک شرط، و آن هم این که شما باید به همان سرنوشت زندگی کنید و باز از دنیا برگردید. یعنی شما فرهاد باید به کار کندن کوه مشغول شوید و خود را با تیشه از قید حیات خلاص کنید. چون سرنوشت تغییر ناپذیر است. در جزئیات زندگی شما می توانم تغییراتی بدهم، اما به طور کلی سرنوشت شما همان است که بود. فرهاد میگوید نگهبان بزرگوار، شرایط شما را قبول میکنم، اما تقاضای عاجزانه ای دارم. لاغر خسرو و پرویز و بهرام چوبین را سنگ راه ما نسازید. اگر این مزاحمین نباشند حاضرم همان وضع و همان رفتار را عیناً تکرار کنم. نگهبان بهشت میگوید اما فراموش نکنید که اگر بخواهید از سرنوشت خود تخلف کنید فوراً شما را با چنگک مکافات به اینجا برمیگردانم و به سختی مجازات خواهید شد. تقاضای عشاق مورد قبول قرار میگیرد با شرط پیروی از همان سرنوشت. آنها آماده بازگشت به دنیا میشوند. محل اقامت جدید را نیز فرهاد انتخاب میکند. صحنه دوم، دو ماه بعد در تهران. شیرین در خانه خود در مرتفع ترین نقطه دربند از پنجره چشم به راه بازگشت فرهاد است. بعد از چند دقیقه فرهاد از راه می رسد، نفس نفس می زند. کت اسپورتی خود را روی دوش انداخته و گره کراوات و یقه را باز کرده است. پیراهن او از عرق خیس شده است. به محض ورود به اتاق روی یک صندلی می افتاد. فرهاد می گوید نفسم بند آمد. اینجا هم جا بود ما آمدیم خانه گرفتیم. از بس این سربالایی را آمدم همین یکی دو ماه 6 کیلو لاغر کردم.
شیرین در حالی که زلف خود را جلوی آینه شانه می کند می گوید باز هم قرولند آقا شروع شد. اگر یادت رفته که ناچاریم بالای کوه خانه بگیریم. ما هم که نرفتیم بالای کوه. اگر مثل آن دفعه قصر من بالای کوه بیستون بود چی می گفتی؟ تازه اینجا را هم دیدی که چقدر گشتیم تا پیدا کردیم. یک ماه تمام از پا افتادیم از بس که معاملات های ملکی ها را گشتیم. راستی یادم نبود آقا تا حالا کجا تشریف داشتی؟ فرهاد میگوید آخه من تا ساعت 5 توی اداره کار میکنم. ناچارم بمانم اضافه کار کنم وگرنه حقوق دولت که به جای ما نمیرسد. شیرین میگوید نمیتوانستی یه کار بهتر پیدا کنی؟ فرهاد میگوید آخه شوشو جانم تو که میدانی من مجبور بودم شغل سنگ تراشی داشته باشم. تازه کارخانه سیمان هم که کار میکنم درست مطابق دستور نگهبان نیست چون کارم با این که با سنگ سر و کار دارد کاملا سنگ تراشی نیست. شیرین میگوید بله تو که با کسی کاری نداری. خجالتش رو من باید جلوی سر و همسر بکشم. من که رویم نشده به مردم بگویم تو کارمند دون اشل هستی. به همه گفتم تو مهندس کارخانه سیمان هستی. حالا از همه اینها گذشته از ساعت 5 تا حالا کجا بودی؟ فرهاد میگوید یک ساعت دم کارخانه معطل ماشین شدم. بعد تجریش هم نیم ساعت معطل شدم تا اتوبوس دربند پر کرده و راه افتاد. شیرین گفت تو که دیر کردی من تنهایی حوصله‌ام سر رفت. رفتم دم هتل دربند قدم زدم. این پسر همسایه افتاد دنبالم. پاشو برو دوتا فحشش بده و بیا. فرهاد ناراحت می شود و می گوید می دانی جانم تو اعتنایش نکن. مگه امروز دیگه میشه به مردم فحش داد؟ گذشت اون موقعی که من با خسرو و پرویز هم گردن کلفتی می کردم. حالا اگر حرفی بزنم فوراً آژان صدا می زنن. شیرین عصبانی می شود می گوید بله غیرت آقا هم معلوم شد. توی سر تا پات یه دونه رگ نیست. حالا پاشو برو جورابهات رو در بیار پاهات رو هم بشور. فرهاد میگوید صبر کن شوشو جان یک خورده خستگیم در بره. شیرین بو میکشد و میگوید به به چشمم روشن آقا عرق هم میخورید ها؟ حاکم ببینم. فرهاد میگوید به جان عزیزت فقط یک گلاس آبجو خوردم. شیرین میگوید فریاد میزند و میگوید من باید بنشینم کنج خانه آقا برود با رفیقاشم عرق بخوره. فرهاد با قیافه مستعصل میگوید شوشو جانم داد و فریاد نکن دیگه نمیخورم. شیرین میگوید راستی خوب شد یادم آمد. آن مجرایی رو که باید میساختی که ازش شیر بیاد توی اتاق من که نساختی، فقط حوض شیر را ساختی، آن هم نه خودت، دادی دست عمل بنا، تازه عوض این که شیر بریزی توش که من با شیر سر و تنم رو بشویم رفتی شیر خشک خریدی و ریختی توش. انقدر هم آب توش ریختی که رمق نداره. خیال کردی من شیر خشک رو نمیشناسم؟ فرهاد میگوید آخه عزیزم شیر طبیعی خیلی گرون در میاد. با این حقوقا مگه میشه شیر خرید؟ تازه اگه موافقت میکردی و با آب سر و تنت رو میشستی خیلی بهتر بود. هم قوت داشت و هم. شیرین وسط حرفش میپره و فریاد میزنه که به به همینم مونده که با آب سر و تنم رو بشونم. بیا توی این کتاب شعر یه شعری دیدم بخون. ببین تازه اون وقتا که آدم بودی سرزنشت کردن چه برسه به حالا. کتاب شعر را برداشته و میخواند. ای صبا از من بگو فرهاد بی بنیاد را، تخم ننگی در میان عشق بازان کاشتی، سنگ را با تیشه کندی بی وفا از بحر چه، تیشه آهن چه می کردی تو مژگان داشتی. فرهاد می گوید بابا جان اینها دلشان خوش نفسشون هم از جای گرم در میاد. من پدرم در اومده کور و سوراخ کردم. پای منقلشون نشستن من بیچاره رو سرزنش می کنن. تو را به خدا بگذار یکم راحت کنم خودم رو. اینقدر داد نزن. شیرین می گوید بله آقا دیگر حوصله ندارد حرفای مرا بشنود. امروز رادیو نمایش شیرین و فرهاد را داد یک مزخرفه‌هایی میگفتن که حد نداشت. همه اینا تقصیر توست. رفتی نشستی با رفیقای بی سر و پات راجب به من حرف زدی؟ اونها هم یک کلاغ چهل کلاغ کردن انداختن توی دهن مردم.
فرهاد میگوید آخه عزیزم من هنوز رفیقی پیدا نکردم اصلا. شیرین میگوید صحبت حالا نیست، همون دفعه که بیستون رو میکندی هم برای رفیقهایت اون موقع هم تعریف کردی، تازه کندن بیستون رو هم خودت یک کلاخ چل کلاخ کردی. کار کردن اون وقت تم مثل کار کردن حالات بود. صبح ساعت 10:30 می اومدی سر کار، دو تا تیشه می زدی، بعد می دادی دست شاگردت، خودت می رفتی دنبال الواتی. فرهاد میگه من می رفتم دنبال. شیرین می پره وسط حرفش، میگه بله شما آقا تازه رفتی نشستی به اون گفتی که می اومدی توی قصر منو وا مردشو رو تو اون وقت حد چه داخل اومده بودی که من توی قصر راهت بدم، حالا بیچاره شدم افتادم توی دست تو. من برای خودم آدمی بودم، خسرو و پرویز و بهرام چوبین رو تازه زورکی توی قصرم راه می دادم، مردشور منو ببرن. فرهاد میگه به جان خودت من با هیچ کس راجع به این موضوع حرفی نزدم. این شعرهای اون موقع هم مثلا روزنامه نویس های حالا که هم هو می کردند و چرت و پرت می گفتند. راستی صحبت اون زمان شد یادم اومد، خسرو پرویز پیداش نیست، اما نگهبان بهشت با ما نالوتیگری کرده. این شعرهای اون موقع هم مثلا روزنامه نویس های حالا هو می کردند چرت و پرت می گفتند. راستی صحبت اون زمان شد یادم اومد، خسرو پرویز پیداش نیست، اما نگهبان بهشت با ما نالوتیگری کرده، گفت بهرام چوبین رو هم موی دماغ ما نمی کنه. پرویز توی لاله‌زار جلوی کافه فرد دیدمش، یه چپ چپی به من نگاه کرد که وحشت کردم. شیرین میگوید نخیر، خیالت ناراحت نباشه، امروز رفت مسافرت. شیرین روزنامه اطلاعات رو باز کرده و یک آگهی کوچک را نشان فرهاد میدهد، میخواند تودی. و در این موقع که بنا به دعوت دولت آمریکا برای مطالعات عازم آمریکا می باشم، بدین وسیله از عموم دوستان گرامی که موفق به زیارتشان نشدم خداحافظی کرده و سعادت و موفقیتشان را از خداوند خواهرم. بهرام چوبین. شیرین میگوید حیف شد رفت، چه مرد خوبی بود. فرهاد میگوید باز مرا میخوایی عصبی کنی؟ اون دفعه هم با اینکه قضیه رابطه تو رو با بهرام فهمیدم چیزی بهت نگفتم، سر و صدای قضیه هم در نیومد. اما خواهش میکنم راجع به این مردی که بیشور بیسواد حرف نزن. شیرین میگوید لابد جنابالی تحصیلاتتان را در دانشگاه پاریس کرده اید که بهرام بیسواد است. هرچی از زنش هزار جور جواهر به سر تا پاش میزنه. اتومبیل شورلت آخرین مدل هم زیر پاش است. فرهاد میگوید شیرین جان. شیرین میگوید خواهش میکنم سرزنش مردم را نکن، یک جفت جوراب هم پام نیست. فرهاد میگوید چرا اینقدر با من دعوا میکنی؟ یادت نیست چقدر همدیگر رو دوست داشتیم؟ شیرین میگوید از تعارف کم کن و بر مبلغ افزای، حالا پاشو برو پاهات رو لب حوض بشور، خفه شدیم. شیرین عصبانی از اتاق بیرون میرود، فرهاد آه پرسوزی از سینه میکشد. صحنه سوم. چند روز بعد. فرهاد در خانه نشسته، مشغول وصله کردن جوراب است. تلفن زنگ می‌زند. گوشی را برمی‌دارد. فرهاد می‌گوید: الو. بله. منزل فرهاد سنگ‌تراش. بله بله، بنده خودم هستم. صدای یک پیرزن میگوید آقا خیلی متاسفم که باید خبر بدی به شما بدهم. شیرین خانم با ماشین تصادف کردم و گمانم به مریضخانه هم نرسیدند. فرهاد با خونسردی جواب میدهد بسیار خوب مرسی و گوشی را میگذارد. فرهاد با خود میگوید یک دفعه گول خوردم دیگه نمیخورم، تازه اگر خبر هم راست باشه خدا بیامرزدش. اما حالا بدبختی اینجاست که من هم باید با تیشه خودم رو بکشم. چطور عوض تیشه یک خورده تریاک بخورم؟ اما تیشه جزء برنامه است. چطور تریاک رو بخورم بعد هم یواش با تیشه تو سرم بزنم که زیاد درد نیاد؟ کمی فکر میکند. میگوید اصلا چطور تریاک هم نخورم؟ تا حالا هرچی تخلف کردیم طوری نشده. گمانم نگهبان بهشت سرش خیلی شلوغه.
ما رو فراموش کرده. فرهاد فکر میکنه، به جستجوی تیشه میفته. بعد از مدتی جستجو یک قند شکن پیدا میکنه. جلوی آینه میرود، ابتدا ضربت خیلی آهستهی به پیشانیش میزند. فریادش بلند میشود. میگوید آخ آخ عجب درد میاد. چطوره با پشت قند شکن بزنم؟ اما به هر حال مجبورم خودم رو بکشم. خدا حافظ دنیا. صحنه چهارم. یک ساعت بعد. شیرین به خانه برمیگردد. فرهاد را بی حرکت روی قالی اتاق میبیند. قند شکن در کنار او افتاده است. بر سر و صورت خود میزند. سر فرهاد را در بغل میگیرد و اشک میریزد. میگوید ففر جان چرا اینطور کردی؟ چرا مرا تنها گذاشتی؟ حالا کی خرج خانه را میدهد؟ کی کرایه خانه را میدهد؟ فرهاد چشم باز میکند و میخندد. فرهاد میگوید خودم میدهم عزیزم، چرا غصه میخوری؟ شیرین متحیر به او نگاه میکند و میگوید پس تو نمردی؟ فرهاد با نیش باز میگوید نه جیگر جون. شیرین میگوید پس تو با تیشه نزدی تو سرت؟ فرهاد میگوید نه دورت بگردم، خواستم بزنم، خیلی درد میامد. اصلا من که میدونستم خبر تصادف تو دروغ بود، اون دفعه رو دست خورده بودم، یادم بود. شیرین سر فرهاد را که در بغل گرفته بود به شدت به زمین پرت کرد. سر فرهاد با صدای مهیبی روی زمین میخورد و فریاد او بلند میشود. شیرین میگوید خشمگین البته با فریاد، یعنی دیگه آقا اینقدر افادهشون بالا رفته؟ یعنی دیگه حالا ما قدر و قیمتمون اینقدر کم شده که آقا آرشون میاد برای خاطر ما خودشون رو بکشن؟ شیرین گریه میکنه و کیف خود را بر میدارد و به طرف در اتاق میرود. شیرین میگوید حیف، حیف از اون همه فداکاری که من برای تو کردم، حیف از اون همه محبتی که به تو کردم. برای خاطر تو چه آدم‌های حسابی رو که رد کردم، خسرو پرویز، بهرام چوبین، الان میرم سراغ اونها. فرهاد میگه خسرو پرویز که پیداش نیست، بهرام چوبین هم رفته آمریکا، تازه توی لاله‌زار 100 تا از تو خوشگل‌تر است. شیرین قند شکن رو از زمین بر می‌دارد و ضربت محکمی به سر فرهاد می‌زند. ناگهان دو چنگک از آسمان دراز شده پشت گردن آنها را میگیرند و به آسمان میبرند. صدای فریاد و ناسزای آنها به یکدیگر تا مدتی در کوههای درمند تنین میاندازند. نسل بیچاره، نوشته ایرج پزشکزاد. من نمیدانم چرا هر خبری می شود گرفتاری آن باید دامنگیر من بیچاره بشود. بفرمایید. مثلا این نهضت جدید زنان ایران در مقطوع النسل کردن جوانان و پیران این مرز و بوم پریشب تا صبح بنده را از خواب محروم کرد. فکرتان جای بد نرود ها. به حمدالله نعمت سلامتی حاصل و ملالی نیست جز دوری روی دوستان. علت بیخوابی بنده کچخیالی همسایه و آشنای قدیم ما حاج سید ابو طالب خان از تجار بازار است که مردیست بسیار خیالاتی. صبر کنید تا داستان را در نظرتان مجسم کنم. ساعت 6 بعد از ظهر است. حاج سید ابو طالب خان در مغازه خود روی یک صندلی نشسته و مشغول مطالعه روزنامه اطلاعات است. نگاه او در صفحه اول گردش می کند. ناگاه با علاقه مشغول خواندن یک ته ستون در صفحه اول می شود. با عجله دنبال صفحه چهارم می گردد و بقیه مطلب را می خواند. بعد سر بلند می کند، خطاب به یکی از مغازه‌داران همسایه که روبروی او نشسته و با تسبیح خود بازی می کند، می گوید یوسف آقا
موضوع این پیرمرد را مطالعه فرمودید؟ یوسف آقا میگوید بله آقا، واقعا عجیب. حاج آقا میگوید لا اله الا الله، عجب دنیایی شده آقا، پناه بر خدا. بی انصاف، با یک کار داشت آشپزخانه؟ یوسف آقا میگوید حاج آقا، به نظر شما قضیه به همین سادگی است؟ حاج آقا میگوید والا خدا بهتر میداند. یوسف آقا میگوید حاج آقا، به نظر من دست انگلیسی ها توی کار است. حاج آقا میگوید، البته با قیافه متفکر، پناه بر خدا، باید این زنها را بگیرن، اعدام کنند، شلاقشان بزنن. یوسف آقا میگوید حاج آقا، چند روز پیش در شیراز هم یک نفر را همینطور، که حاج آقا وسط حرف او میپرد و میگوید دهه، اگر آن ضعیفه را اعدام کرده بودند که این یکی این کار را نمیکرد. اینها را هیچ کاری نمیکنند، سایرین هم جری میشوند. توی این مملکت هم که هر کس هر کاری بکند فوراً مد میشوند. از فردا روزی یک نفر را مقطوع النسل میکنند. نه خیر آقا، به قول شما دستی توی کاره که از ازدیاد نفوس این مملکت جلوگیری کنه. حاج آقا با قیافه گرفته از جا بلند می شود و در مغازه را می بندد و به طرف خانه به راه می افتد. در راه ناگهان فکر وحشتناکی از خاطرش می گذرد. یاد دعوای شدیدی که دو شب پیش با زنش شکوه اقدس کرده بود و اینکه موضوع مرافعه نظربازی حاجی با یکی از زنهای همسایه بوده است رعشه بر اندامش می اندازد. بلا اراده دست را به طرف ناحیه شکم میبرد. با این افکار سیاه سوار اتوبوس میشود. راننده اتوبوس با یکی از همکارانش که بغل دست او نشسته صحبت میکند. میگوید آره اصغر آقا، بدمصب این پلیس ماشین بریده بود. اون هم چه بریدنی، مثل این که با یک کارد تیز یک خیار رو از وسط بریده باشه. حاجی از شنیدن کلمات کارد، بریدن و خیار چنان ناراحت می شود که دستمال از جیب بیرون می آورد و عرق از پیشانی پاک می کند. یک ایستگاه قبل از ایستگاه نزدیک خانهشان پیاده می شود و پناه بر خدا گویان به طرف خانه می رود. حاج آقا نگران و متفکر به خانه نزدیک می شود. نزدیک خانه ناگهان بر جا خشک می شود. چشمش به یک چاقو تیزکن می افتد که کنار در خانه او ایستاده و با حرارت زیاد مشغول تیز کردن یک کارد آشپزخانه است. از دیدن جرقه ها احساس چندش می کند. باز بی اختیار دست را به طرف شکم می برد. بعد از چند لحظه آب دهنش را فرو می دهد و به در خانه نزدیک می شود. حاج آقا می گوید آهای عمو، کی این چاقو را به تو داد که تیز کنی؟ چاقو تیز کن می گوید خانوم این خانه، کار ما تقلبی نیست ارباب، حالا میبینید همچین تیزش میکنم که مو را به یک ضربت میزند. ملاحظه کنید روی مچ دست خود زبان میزند و با کارد موهای آن را میتراشد. حاج آقا با رنگ و روی پریده وارد خانه میشود. پسر بچه 6 سالش به او سلام میگوید. سیف الله میگوید سلام آقا جون. حاج آقا با نگاه پرسوء ظن میگوید مامانت کجاست؟ سیف الله میگوید توی آشپزخانه. در این موقع شکوه اقدس زن حاجی از آشپزخانه بیرون میآید. بعد از سلام و علیک به طرف حاجی میرود. شکوه اقدس میگوید وای خدا مرگم بده، حاجی چرا دکمه شلوارت افتاده؟ اینطوری رفتی بازار؟ حاج آقا در حالی که از تعجب و اضطراب بر جا خشک شده است میگوید چی چطور؟ شکوه اقدس میگوید چطور نداره، دکمه شلوارت افتاده، به من هم نگفتی. آهای سیف الله اون جعبه سوزن نخ منو از توی اتاق بیار. حاج آقا بیش از پیش مضطرب و با لحن پرسوء ظن میگوید چطور امروز مخصوصا میخواهی دکمه شلوار مرا بدوزی؟ چطور امروز به این فکر افتادی؟ شکوه اقدس میگوید پس قرار بود وقتی دکمه نیفتاده بود به فکر باشم؟ بیا اینجا. شکوه اقدس به طرف حاجی می رود. ولی حاجی دست روی شکم خود می گذارد و عقب عقب می رود و با عجله به اتاق وارد می شود.
شکو اقدس میگوید نمیدانم این اداها دیگر چیست. بعد شانه بالا میاندازد و دنبال کار خود میرود. سر شام تمام مدت نگاه سوءظن حاجی متوجه حرکات شکو اقدس بود. حاج آقا گفت شکو تو این کارت آشپزخانه را داده بودی تیز کنند؟ شکو اقدس میگوید آره چطور مگه؟ حاج آقا میگوید هیچی هیچی. بعد از شام حاجی با حال آشفته و وحشت فوق‌العاده به رخت خواب میرود. یک ساعت بعد حاج آقا در خواب دچار کابوس شده و فریاد میزند آی نبر آی نبر آی نبر آی غلط کردم. شکو اقدس که وحشت زده از خواب پریده است حاجی را به شدت تکان میدهد که از خواب بیدارش کند. حاجی از خواب میپرد و وقتی دست شکو اقدس را در تماس با بدن خود میبیند مثل ترقه از جا میپرد در حالی که دست روی شکم گذاشته و دور اتاق هم میدود و فریاد میکشد آی به دادم برسید آی بریدند و نعره زنان از اتاق و خانه بیرون میرود. در این موقع بود که شکوه اقدس در حالی که دست پسرش سیف الله را به دست داشت با چادر نماز و قیافه نگران در خانه ما را زد و خواهش کرد مرا فوراً از خواب بیدار کند. تا چشمش به من افتاد گفت آقای ایرج خان به دادم برسید. حاجی دیوانه شده با پیراهن و زیر شلواری رفته توی کلانتری روبروی خانه بس نشسته است. یک روبه ساعت بعد من به اتفاق شکوه اقدس و سیف الله در کلانتری بودیم. حالا ماجرای آنجا را بشنویم. در اتاق افسر نگهبان من گفتم حاج آقا خدا بد نده چی شده؟ حاج آقا گفت آقا جان به دادم برس این زن میخواست مرا هم بله. من گفتم چطور شما را هم بله حاج آقا؟ حاج آقا گفت از همون کارهایی که توی روزنامه نوشته بودن مقطوع النسل. من گفتم حاج آقا این چه حرفیست؟ من شما را میشناسم. شما واقعا بیش از حد خیالاتی شدید. حاج آقا گفت چطور این چه حرفیست؟ آقا من مدرک دارم. شکایت بنده را بنویسید. این آدم کش را بگیرید. شکو اقدس میگوید به صورت خود میزند و میگوید وای خدا مرگم بده حاجی دیوانه شده. حاج آقا میگوید در حالی که فریاد میکشد آقا بنویسید وگرنه میرم پیش رئیس کلانتری میرم پیش وکیل میرم مجلس بس میشینم. بعد از چند دقیقه تلاش ما حاجی راضی میشود که داستان را و سوء ظن خود را شرح دهد. حاج آقا نفس زنان البته میگوید اولا امروز داده این کارد آشپزخانه را مثل الماس تیز کرده. من میگویم حاج آقا کارد تیز کردن که گناه نیست. حاج آقا میگوید البته با فریاد آقا این چه حرفیست؟ از این بچه بپرسید. این بچه یک جمله به من گفت که من همه چیز را فهمیدم. دیشب گفت بگو بگو سیف الله بگو مامانت چی بهت گفت. اون چیزی که دیشب به من گفتی اینجا بگو. پسر بچه با نگرانی به حضار و مادر خود نگاهی می اندازد. سیف الله می گوید صبر کنید فکر کنم. آها دیروز عصر خاله خانومم خانه ما بود. با مامان حرف می زد. می گفتند یک نفر را خواجه کرده اند. من گفتم خواجه کرده اند یعنی چی؟ مامانم گفت یعنی با سینه درد ماست خورد. مامانش هم سنبولش را بریده اگر تو هم با این سرفه‌هایی که می‌کنی ماس بخوری سنبولت را می‌برد. من گفتم پس آقا جون که سرفه می‌کرد چرا دیشب ماس خورد سنبولش را نبریدی؟ مامانم گفت سنبول آقا جون را هم می‌برد. حاج آقا در حالی که فریاد می‌زند گفت آقا اینها را بنویسید. اقرار کرده بنویسید آقا. سیف الله رو به مادرش می‌گوید مامان مگر دوباره آقا جون ماس خورده؟ شکو اقدس میگوید تو دیگه خفش و آتش افروز. من یک ربع ساعت با حاجی سر و کله زدم تا او را متقاعد کنم که موقتاً به خانه برگردد تا فردای آن شب قضیه را حل کند.
حاجی در حالی که از زنش فاصله گرفته بود با پیراهن و زیر شلواری به طرف خانه راه افتاد. من همراه او رفتم و شکوه اقدس در حالی که زیر لب دعا میخوان و از جنون حاجی اظهار نگرانی میکرد دنبال ما میامد. ولی من ناچار شدم مدت 3 ربع ساعت در خانه حاجی برای رتق و فتق امور بمانم. 1 ربع ساعت مثل رئیس کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل متفق مشغول جمع‌آوری تمام کارت‌های آشپزخانه و میوه‌خوری و تیغ ژیلت و ساتور و غیره بود. همه آلات برنده جمع‌آوری شده رو با اصرار حاجی در یک کیسه ریختم که به خانه خودمان ببرم. بعد حاجی 2 شلوار کلوفت را وارونه به طوری که چاک آن به طرف پشت بود برای دفاع از نسل خود به پا کرد و درهای اتاقش را از تو بست و خوابید که تکلیف زنش را معلوم کند. من با 1 کیسه پر از کارت به خانه برگشتم و دیروز و امروز دیگر از آنها خبر ندارم. ولی از این طرف و آن طرف شنیدم که حاج سید ابوطالب خان در صدد طلاق دادن شکوه اقدس است و وساطت تمام افراد فامیل او تا کنون به جایی نرسیده است. در هر حال هنوز کارت‌های آنها در خانه ما توقیف است. خب دوستان، این بود داستان نسل بیچاره از ایرج پزشکزاد بزرگ. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو شنیدید. لطف کنید ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. بسیار ممنون میشیم اگر ما رو سابسکرایب کنید و حتما اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. و بسیار بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.